اینکه بایستی از حضور دوستان گرامی در این جلسه که وقت گذاشتن یا وقت خودشون رو گرفتن تشریف آوردن به این جلسه تشکر بکنم. در درجه اول این ایده و اندیشه آقای دکتر بروجردی بود که از روی لطف تصور کردن که بنده سهمی در پیشبرد امور سیاسی ایران داشتم و وقتی این مسئله رو مطرح کردن در ایام تابستان من خودم کمی گرفتار تردید شدم، ولی هدف اساسی واقعا این بود که خدمت دوستان برسم و بعد از چند سال تجدید دیداری حاصل بشه. بنابراین این جلسه مرهون خدمات آقای دکتر بروجردی دوست عزیز بنده هست. عرض کنم که آقای دکتر میرسپاسی مطالب فرمودن، البته چون که خودشون فرمودن بنده دیر رسیدم و احتمالاً اگر انتقاداتی بوده متاسفانه یا خوشبختانه متوجه نشدن، ولی در خصوص مطالبی که آقای دکتر حقیقی، آقای دکتر قاضیان و خود آقای دکتر بروجردی مطرح کردند، اگر نکاتی به نظرم برسه حتما خدمتتون مطرح میکنم. پیش از اون خواستم چند نکته کلی رو در خصوص نوشته های خود بنده که موضوع بحث در این جلسه هست مطرح بکنم. در درجه اول واقعیت این هست که تصور خود بنده از کارهایی که میکردم و مطالبی که نوشتم این بود که در گسترش علوم سیاسی ایران به عنوان یک حوزه علمی شاید بتونم یک گامی برداشته باشم. بنابراین هدف من یک پروژه سیاسی قطعا نبود، بلکه نوشتن چندین یا چند کتاب در زمینه‌های مختلف علوم سیاسی بود که احساس میکردم جاشون در عرصه مطالعات سیاسی در ایران خالی هست. مثلا من خودم به فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی چون شاگرد دکتر عنایت بودم، مثل آقای دکتر که اشاره کردن، خیلی علاقه‌مند بودم، ولی در حضور ایشان و جایی که ایشون تشریف داشتن و اون همه مطالب عمیق رو مطرح کرده بودن، دیگه برای خودم فکر کردم که نبایستی نقشی قائل بشن. در نتیجه بیشتر سراغ حوزه‌هایی رفتم که احساس می‌کردم یه خلأی در اونها وجود داره و این حوزه ها به نظر من همون جامعه شناسی سیاسی بود، به خصوص اینکه ما درگیر جریان انقلاب بودیم در ایران.